برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. عملیات بهسازی مسیر ورودی شهر قدیم در نجف اشرف که به حرم امیرالمومنین علیه السلام منتهی می‌گردد تا قبل از سالروز ضربت خوردن آن حضرت افتتاح می‌شود. محدوده این بازسازی به طول 1200 متر و عرض 26 متر در هر طرف بر اساس یک شیوه ابتکاری صورت می‌گیرد که هدف از آن فراهم کردن مسیری آسان و جذاب برای زائران داخل و خارج از عراق در ایام زیارتی مختلف است. این عملیات بازسازی شامل تجهیز خیابان به شبکه تخته آب باران، آسفالت کردن جاده ها و تعریض پارکینگ ها می باشد. احمد فتلاوی، سخنگوی استانداری نجف در این باره گفت: شرکت مجری این پروژه پس از انجام کلیه امور زیربنایی با تعریض خطوط ارتباطی و بازسازی مسیر ماشین‌های سنگین، فرایند پوشش لایه سطحی جاده این مسیر را آغاز کرده است. با هدف برقراری ارتباط با علما و شخصیت‌های علمی، سید عارف نصرالله، مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجع عالی قدر، آیت الله العظما سید صادق شیرازی و هیئت همراه به دیدار مرجع عالی قدر آیت الله العظما شیخ بشیر نجفی در شهر نجف اشرف رفتند. عارف نصرالله در این رابطه به خبرگزاری‌ها گفت: مفتخر به زیارت مرجع عالی قدر آیت الله العظما نجفی شدیم و ضمن جویا شدن حال ایشان به توصیه ها و رهنمودهای ایشان گوش فرا دادیم. وی ادامه داد: معظم الله رهنمودها و توصیه هایی به ما داشتند که حکایت از مهر پدرانه و اهتمام بی‌دریغ ایشان به مبانی اسلام و مسائل روز و آنچه در عرصه اسلام می‌گذرد دارد. مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظما شیرازی در این دیدار همچنین گزارشی از فعالیت‌های این مرکز را به اطلاع آیت الله العظما نجفی رساند. بسیاری از زرتشتیان بر این باورند که ششم فروردین زادروز آشو زرتشت پیامبر آیین زرتشتی است. گروهی از مورخان می‌گویند زرتشت در این روز که نوروز بزرگ خوانده می شود با اهورامزدا مناجات کرد و به پیامبری رسید. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه نوشته است: کیخسرو بر هوا در این روز عروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین سعادت را قسمت می کنند و از اینجاست که ایرانیان این روز را روز امید نام نهادند. سازمان جهانی بهداشت میگوید که بیماری توبرکولوز یا سل همچنان یک چالش بزرگ بهداشتی در افغانستان است. سازمان جهانی بهداشت به مناسبت 24 مارس روز جهانی سل اعلام کرده که در سال گذشته میلادی حدود 80 هزار مورد ابتلا به سل در افغانستان ثبت شده است. این سازمان افزوده است که سل قابل پیشگیری و درمان است، اما در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع میتواند باعث مرگ شود. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری سل یکی از 10 عامل مهم مرگ در جهان است و سالانه میلیون ها نفر به این بیماری مبتلا میشوند. ترکیه اعلام کرده که این کشور عملیات گسترده ای را در برابر گروه تندروی سنی داعش آغاز کرده است. به گفته وزیر کشور ترکیه از ماه ژانویه تا ماه مارس بیش از 1300 عملیات اجرا و 2700 عضو گروه تندروی سنی داعش بازداشت شدند. ترکیه در چند ماه اخیر بارها از اجرای عملیات اطلاعاتی، شناسایی و بازداشت اعضای گروه داعش خبر داد. مقام‌های امنیتی این کشور گفتند که نیروهای امنیتی با همکاری اداره اطلاعات ملی ترکیه یک رشته عملیات را در شهرهای مختلف این کشور اجرا و ده‌ها نفر را به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت کردند.